سلام عرض ادب به شما بیننده های شبکه جانی تلویزیون پیام افغان. آرزو دارم، تمنا دارم هر جایی که هست جور و صحتمند و کامیاب و کامگار باشید. دوستای گرامی، خوشحال هستیم که امروز با یکی از برنامه های جدید نزد شما قرار داریم. د پیام افغان درنو لیدونکو په سلامونو او نیک هلمو هرکلی وایم. خوشحالیم چې نن بیا یو ځلی د نوي پروګرام د را رسیدو لپاره ستاسو چوپړ ته حاضر یم. برنامه انعکاس یک برنامه نو جدید است. خواستیم که صدای جوانا را از طریق برنامه انعکاس به کل دنیا و به سر تا سر مردم ملت افغانستان در هر گوشه کنار دنیا که هستند برسانیم. تا کدام حق حقوقی که در افغانستان یا و یا در کشورهای دیگه دارن برشان برسه. جوانای امروز پالوی ما نشسته که جوانای بسیار روشن فکر، بسیار جوانای هستن که یک اتحادیه دارن به حساب، مدت سال هاست که کار میکنن و میخواییم که اینا خودشان به نوبت خود خود برای شما دوستا معرفی کنن. تشکر زنو جان محترم. نام من فواد سازه است. من در شهر آنبورگ زندگی میکنم و من در این سال فاکلته خودکس ختم کردم و نیت ما ایست که اگر شاید آینده ادامه بتم. یکی از پیشنهادهای زی بود که برای من شدن است، از دوستای محترم گفتن که اگر در رشته افغانستان تو دکترا خود نشته کنی، چون راهی ترانزیتی افغانستان فعلا فعال نیستن، ایره کسا توسط ریاضی و توسط این چی فرمول اقتصادی ایره کسا با چی کنیم، یک کنسپت خوب بسازیم. من کسا من یک از دما فعالیت من یک دو سال میشه دی اتحادیه را کسی که ایجاد نمونیم بله خورامی جان، خودتان چی گفتنی داری به بیننده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بیننده عزیز و شما، با تشکر از اینکه دعوت کردین مرا. رامین احمدی هستم از انجمن افغان پیس میکر. ما یک تعداد جوان هستیم که در هامبورگ فعالیت داریم و فعالیت اجتماعی فرهنگی داریم و کوشش میکنیم که تا جایی که در توان ما باشه به جامعه خود، به مردم خود، به کشور خود خدمت کنیم. بسیار خوب. تا جایی که ما معلومات دارم رامین جان، شما بسیار جوانای بسیار فعال هستین، مثلا کلتان محصلین هستین، کلتان روشن فکر هستین، تلاش تپ تلاش دارین که مثلا مردم ملت افغانستان در حالت فعلا در یک حالت بسیار بد قرار داره که کشت و کشتار، قتل عام، انتخابات، و شما میخواهید که صدایتان از طریق کنفرانس ها و از طریق امی برنامه ای که داریم ما و شما به مردم در سر تا سر دنیا برسانه، و خوشبخت هستیم که امروز با شما ری جوانا سر کار داریم به حساب افغانستان و یا مردم ما و شما به می تو جوانای نیاز دارن به حساب که از صمیم قلب امو دل پاک به حساب بخیزن در مقابل همچون نظامی که امروز در افغانستان وجود داره. اقدام را، امی گام را که برداشتی به خاطر چی و چرا برداشتی و هدف و مقصد از این برنامه شما چیست؟ شما میتونی با طور خلاصه ببینید جواب بده. ما میخواهیم که در افغانستان تغییرات بیایه و ما توسط تلویزیون میتونیم کت اشخاص با تماس شایم که او هم این هدف مسلم ها دارن. ما میخواهیم که یک جنبش به وجود بیایه، نه فقط صحبت شوه بلکه افغان ها را یک جای کنه، و ما میخوایم که فقط یک جای مرکز برای مردم های باشه، که برای شخص های دیگه باشه، که ما یک جای شون که ما بتونیم افغانستان یک تغییر بدیم. ما میتونیم برای شما پروژه را کسی پس یادآوری میکنیم که ما چی کردیم، کسایی که علاقه مند هستن، کسی که میخوان که ما پیش برن و میخوان که ما یک جای بشینن، میتونیم توسط این برنامه به وجود بیاریم. و ما میخوایم که اطلاعات را که ما جمع کردیم می طول دو سال که برای بیندگاه ایره کسی که ما نشکنیم. جان یک ضرب المثل ماست، میگه که چکله چکله دریا میشه. اگر هر کس با این برنامه شما یک جای شوه، با این تیمتان یک جای شوه، میتونه مردم ملت افغانستان یک آینده درخشان و خوبه داشته باشه. ما که فکر میکنم بیتری باشه که عرف خدا برای بیندگاه معرفی کنیم که چی کدام پروژه رو ما داشتیم، که بفهمن که با کدام در کدام رشته ما کار میکنیم.
ما اجازه باشه شروع تفکر کنم میدونم در سال بله در سال 2012 ماه اکتبر ما دکتر سبشدوس نیز دعوت کردیم ما از آمدنش بسیار سپاسگزار هستیم که کتما قمی ربونی کردن ما بخصیم که یک شخص رو اینجا بیارم که برای مردم آگاه بسید از حالت افغانستان خودشون و در این رشته که ما تانستیم که در آلمان در شهره مختلف کنفرنس ها رو بگیریم کنفرنس ها رو دایر کنیم ما در این کنفرنس ها کتما بسیار وطنداره ما کتما کمک شدن و حساب اقتصادی مزوم سپاسگزار هستم خصوصا سپاسگزاری از دکتر صاحب صوفی میکنم که توسط از ما تانستیم در پارلمان آلمان کتی بشردوس صاحب محترم اونجا کشان صحبت کنیم و همچنان از کریم پوپل که وکیل است بری منزگی میکنه و هم کتما اتصانت کردن که ابو وکیل کس بله وکیل کس بله کتما کمک کردن که سر مصارف دگام سر ما بوده بودن که نانشد و کتما اتصانت کردن ما را کسا تا در دکتر اشرف سفیر افغانستان که در برلین است ما را در سفارت دعوت کردن سر دکتر اشرف بشار دوست که این صحبت داشتیم و این یک فعالیت شما فعالیت بود که در ابتدا کردیم و ما تانستیم که افغانای ما را کسی که چیزی که بشار دوست سب گفتنی داشت براشان رسید بسیار موزی کسی خوش ما بسیار افغانای ما کسی تشریف بردن میریم به طرف رامین جان خواهش میکنم ما هم رقم که خدمت بیننده ها عرض کردم خدمت شما هم عرض کردم انجمن ما افغان پیس میکر است یک تعداد از پروژه ها را ما شروع کردیم یکی را که فاقا جان گفتن دعوت آقای دکتر بشار دوست بود ما طبق بررسی ها و نظرسنجی هایی که داشتیم متوجه شدیم که یکی از مشکلات بزرگ جوان ها در خارج از کشور عدم داشتن یک ارتباط صحیح با والدینشان هستند و این مشکل ها باعث میشه که به اصطلاح اینا سرچشمه باشه به مشکلات بیشتر درست است که پدر مادرها کوشش میکنن که زبان همون کشور را که زندگی میکنن یاد بگیرن ولی از طرف دیگه جوانای ما بسیاری از جوانای ما هستن که متاسفانه به زبان مادری خود مسلط صحیح نیستن از اون لحاظ ما آمدیم به اصطلاح دو تا از پروژه مهم خود به این موضوع اختصاص دادیم یکی دایر کردن کورسای آموزشی زبان است که دری و پشتو در یونیورسیتی هامبورگ دایر میشه که با آقای نظام همکاری میکنیم از انجمن آینه و این کورس ها هدف ما ایست که به اصطلاح جوان ها یک مقدار به زبان مادریشان آشنا شوند از این طریق می خواهیم که به اصطلاح فرهنگ خود بیشتر آشنا شوند با فرهنگ خود بیشتر مطالعه کنیم بله 100% و با نزدیک شدن به زبان و فرهنگ خود ما امیدوار هستیم که به اصطلاح مشکلاتی که بین پدر مادرها و اولادا به وجود میاد و سوء تفاهم هایی که بینشان به وجود میاد اینا کم کم کمتر شوه و یا از بین بره کورس های ما روزه سه شنبه است هر هفته از ساعت 6 فعلا در یونیورسیتی هامبورگ برگزار میشه و دوستا و جوانایی که علاقه داشته باشن میتونن به ما از طریق ایمیل نشته کنن و یا ای که به سایت های اینترنتی ما مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر از اون طریق کسب بکنن یکی از پروژه دیگه که در همین رابطه ما خواستیم به اصطلاح اختصاص بدیم برنامه تلویزیونی افغان است انسک که در کانال تلویزیونی تید پخش میشم و به زبان آلمانی استک مجری برنامه قزجان زاده استک تا به حال دو تا برنامه از این سری برنامه ها پخش شده بسیار مورد استقبال مردم بوده و در این برنامه ما کوشش میکنیم که به اصطلاح دو تا از جوان ها را دعوت بکنیم تا به مسائل اجتماعی و فرهنگی به اصطلاح بپردازن و بحث و بررسی بکنن این موارد یکی از پروژه های مهم ما که از پروژه افغان دموکراسی است که ما توسط از این پروژه می خواهیم حق رأی بر تمام
افغانای خارج از کشور بگیریم. فعلا در تمام کشورها اگر ببینین تمام اتبای کشورهای دیگه این حق دارن، میتونن در خارج از کشور اونمو قانون اساسی انتخابات خود در خارج هم تطبیق کنن. بله. اما متاسفانه که مردم افغانستان کار انجام نمیدن، انجام نشده. ما میخواییم این حق بگیریم و قابل یادآوری است که بسلا این برای تنها برای افغانایی که پاس افغانی دارن نیست، بلکه برای تمام مردم افغانستان است، کسایی که خارج زندگی میکنن، حتی کسایی که بسلا پاس کشورهای دیگر را دارن. یعنی بسیار مهم است و ما از مردم تقاضا میکنیم که به ما را کمک کنن در این را تا بتانیم این امکان برای کلگی ایجاد بکنیم. که چه رقم میتونن کمک کنن؟ میتونه فواد جان بر ما بگویه که از چی راه ها میتونن به ما کمک کنن؟ بله، یک چند روز شنبه که هست در پروگرام خانم سجا اینجیمی یادواری شدن، گفتن که مسئله انتخابات چرا ما نمیتونیم سهم بگیریم. اونجا متاسفانه پروگرام ما نبود، یک کسی میبود میگفتن که اینی جوابش اتحادیه ازار کسی دمی رشته یا کار میکن فعال هستن. ما خودم یک چند وقت پیش در افغانستان بودم و کته کمیسیون انتخابات تماس گرفتم اونجا. ما با هم صحبت و هم کلام شد. بله، ما پیش کمیسیون انتخابات رفتم، براشون پیشنهاد خود طرف را پیش کردم، گفتم که ما چرا یک نداشته باشیم. ما دونجا کسی که امرخیل سلام کزام معرفی شدم با دکتر سپودکی، هم معرفی شدم که معاون رئیس کمیسیون انتخابات است. خود دکتر سپودکی برام گفت که شما کار شما کار قانونی است. ما به این مرحله یک ذره وقت ما کم است، زیر فشار وقت نمیتونیم، اما در مرحله دومی شما با تیم مسئله که اشتراک کنید. یعنی ما بسیار یک چانس کران برای ما کسی که اینجا برابر شده و ما توسط ازی میخواییم که یک سایت اینترنت خود ما یک فرمولار جا کردیم، یک پتیشن است که دو امضای مردم را جمع میکنیم، امضای الکترونیکی مهم اونمو امضاست که از طرف بله ما میتونیم توسط از امضا برای کمیسیون انتخابات نشان بدیم که اک افغانا در افغانستان در خارج زندگی میکنن که وا هم امی حق میخواین که به دست بیارن و وا اگر که ما همکاری کنن هنوز بهتر و زودتر میتونیم امی مسئله کسی که ما در کار بردیم. ما میتونیم از توسط رای تخنیکیش برش جور کنیم، رای لوجیکستیکیش جور کنیم که افغانا هم در خارج هستن که در انتخابات سم گفته بتون و اگر کسی که صفحه ما بره که امضا کنه توسط قانون برشون امی حق داده، صرف امکاناتش نیسته و ما برش باید نشان بدیم که افغانا بسیار تعدادشون زیاد هستن که این مصارف هم دیگه کنن که کتا خارجا کت ما دیگه کمک راوتن خود افغانستان باشه، دولت افغانستان کت ما کمک راوتن. بیننده های تلویزیون پیام افغان، اگر شما میخواهی که معلومات زیاد به دست بیاری، شما میتونی به سایت روی پرده تلویزیون نگاه کرده و میتونی چیز معلومات به دست بیاری. فواد جان، قن 30 یا 35 سال قبل مردم غیور افغانستان را دنیا به نام با غیرت ترین، با شهامت ترین و با همت ترین مردم دنیا جهان را میشناخت، مردم ملت افغانستان را میشناخت. این باعث چی شد که حالا به نام تروریست و به نام القاعده و به نام وطن فروش میشناسی شد؟ بتانی به طور خلاصه و بینید معلومات. ما که فکر میکنم در تاریخ افغانستان همیشه قدرت از خاطر چوکی بود، سر کرسی بود و اکثرت افغانای ما در وقتای زمان قدیم به نظرم بسیار وطن دوست بودن و وابین از واقع از اتفاق هم زیادتر بود از نسبت به امروز. در او جنگ های مستقی افغانستان که تیمیست داشتن و همشا یک دست بودن، موانشون در فرق هزاره بود، نپشتون بود، نه تاجک بود، نه ازبک بود، کلشون یک جا میشن وقتی که کشور ما در خطر بود. ما که فکر میکنم اکثرت از اونو غازی ها به شهادت رسیدن و باقی موندن، شاید یک تعدادشان که اقدر وطن خود دوست نداشتن مثل که اونها داشتن، فکرشان به دیگه چیزا بودن و پول پیسه و با قدرت و چاقی. بله بالکل. و ما که فکر میکنم یکی وجه شنی هم هست که مردم ما در افغانستان همیشه یک ذره عقب ماندن. یقینا تحصیلات تعداد کسایی که تحصیل کرده بودن خارج رفتن و دیگر از خاطر که چون غریب بودن، بیچاره بودن، گناه از هم نیست، حالت خراب بود و نتونستن که خدا مکان برسن که توسط زو پیشرفت زیر نظر بگیرن و یکی مسئله داخلی است و یکی مسئله خارجی است. از طرف خارج سرزا نفرار کسای اشخاصی بودن که با روی اسلام،
بر روی دیگه از نرم اسلام سوء استفاده میکردن که یارا بر خود یارا تربیت کردن و چیزی که ما میخواستیم خصوصا کشورهای دیگه. یک مثال میتونم بزنم، دور نمیرم مثلا که پاکستان، یقینا از بوندش پاکستان تقریبا 67 سال تیر شده. اینی پاکستان مثال افغانای ما بودن وقتای داوود خان بارزو، یک ایسی افغان ها بر خود کسای اصلا نبان خود ما رفتن اونجا، کسای که جهاد میخواستن کنن چون با از کمونیستی میترسیدن رفتن. چیزی که درخواست که وقت داشتن از پاکستان و این بود پیشنهاد بدن که ما افغانستان میخواییم افغانستان در افغانستان جهاد کنیم و یه اقوای برشون زمین هم ساید شد که یا تکت پاکستان همکاری کنن و پاکستان رو تشویق کنن که برن افغانستان. تشکر فواجان خان. ما میخواستیم که در ماه آگوست 16 آگوست یک کنفرانس دایر کنیم. در این کنفرانس ها میتن وطندارهای دیگر که ما همکاری کنن، سهم بگیرن، همدست شوند. ما رو دعوت میکنیم که ما میخواییم یک حلقه ما بین خود جور کنیم، کسایی که فعال هستن و کسایی که میتونن وطن خود خدمت کنن. فقط جوانان سرسفیده ما میتونن که ما همکاری کنن، در اونجا باشن، در اون کنفرانس. در اون کنفرانس که از متین صاحب محترم از امریکا و رو دعوت میکنم که اون اتاق دورن جرگه هستن. بسیار یک آدم نیک است، ما رو خود ما بسیار یک شخص فعال است، بسیار یک شخص فعال است که ما رو میشه تشویق کرده و بسیار از آمدن از آقا قسمت تشکری میکنم که قضامت سرخط میگیره و میخواستن اینجا بیا و میخواهن که در این برنامه ما رو اتا در تلویزیون خود باز نشر بکنن. ما میخواستن که در این کنفرنس یک کمیته جوانان که است چی کنیم بسازیم تشکیل بدیم و در این کمیته جوانان ما فقط جوان نیست، نه میتونه کسایی باشه که با وطن خود میخوان خدمت کنن. دو سال نیست که کسی 18 باشه 20 باشه، کسایی باشه که مایم اونمو افغانایی که مثلا از صمیم قلب میخواید مصدر خدمت کشور شوند. کسایی باشن که مشه در کار خود فعال باشن، بسیار مهم است برای ما به کار خودم شفاعل باشن. چون از سخن گفتن ما مانده شدیم، سخن گفتن تا حال امروز که سرمانسان تغییر نداده ای توی چند سال 20 سال 30 سال تیر شد. حال یک وقت است که یک گام بطور داریم که حرکت به وجود بیاره و دی خاطر کسی که ما یک کنفرانس دار میکنیم. ای معلومات درست کسی با شما باز در سایت اینترنت خود ما کسی که باز نشته میکنیم، مگر فیلن پلان ما بله فیلن پلان ما میسته که در تاریخ 16 آگوست باشه و هر کس کسایی هستن که از خارج اتمی آن اونجا هر کس میتونه در این برنامه بله. شما در این کنفرانستان سهم بگیره. بله بله. بیننده های تلویزیون پیام افغان، تا برنامه آینده شما را به خداوند متعال بخش آینده میسپاریم. وقت خوش، خدا حافظ.